بگیر و رها کن. روشی جدید با مشارکت جامعه محلی که باعث شده حال ماهی قزلالای خال قرمز این روزها کمی بهتر بشه. سرشماری قزلالای خال قرمز رو انجام میدیم. خب جمعیتش چطور بود؟ جمعیتش بسیار خیلی بسیار خوبه. الان این گونه ای که ما گرفتیم نوع فینگره، یعنی نشونه اینه که زاد و ولد اینجا بسیار بسیار خوب انجام میشه. در این طرح بخشی از رودخانه هراز در محدوده دریاچه امامزاده علی با موافقت محیط زیست به گروهی از ماهیگیران واگذار شده تا در کنار حذف قزلالای رنگین کمان به عنوان گونه مهاجم، بستر رو برای احیای قزلالای خال قرمز فراهم کنند. ماهیگیرایی که تشریف میارن اینجا برای بحث صید، گونه های غیر بومی که از کارگاه های پرورش ماهی وارد رودخونه شده اینا رو صید میکنن و گونه های بومی اگر به قلابشون بیفته اینا رو رهاسازی میکنن دوباره داخل رودخونه. در زمان خاصی از سال این انجمن اجازه داره که اینجا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اقدام به واگذاری پروانه صید با قلاب صادر میشه برای علاقمندان به این کار. تقریبا روزی 40 تا پروانه باید صادر کنیم برای رودخونه و 30 تا برای محدوده دریاچه. روش صید ماهی هم به علاقمندان ماهیگیری آموزش داده میشه به شیوهی که ماهی خال قرمز آسیب نبینه. کل محوطه رو نمیتونن ماهیگیری بکنن، از طعمه طبیعی و زنده نمیتونن استفاده بکنن. این انجمن معتقده طی 4 سال گذشته تونسته در احیای ماهی خال قرمز موفق عمل کنه. توی سرشماری زمستونه که داشتیم 1.5 قطعه در هر متر مکعب بود، ولی توی سرشماری تابستونه‌ای که داشتیم تقریبا این ماهی به متر مکعبی 2.5 قطعه رسیده. قبلا جمعیتش به چه شکل بوده؟ تقریبا میشه گفت اینجا این رودخونه و این سد مرده بود. پایانی براش قابل تصور نیست. برای اینکه تا زمانی که ما بتونیم از خود جوامع بومی برای حفاظت استفاده بکنیم قطعا در بلند مدت نتیجه بسیار بهتری خواهیم گرفت. با این حال هنوز هم پروژه های عمرانی بالاده است. کدورت آب ماهی رو نمیبینیم، ماهی میاد، ماهی هست، نمیبینیم، شما نمیبینیم ماهی رو. و فعالیت کارگاه های پرورش ماهی در حریم رودخانه حفاظت شده هراز به شدت قزلالای خال قرمز را تهدید میکند. تو طول مسیر رودخانه هراز چند تا مرکز پرورش ماهی داریم؟ 22 تا مزرعه تا اونجا که من اطلاع دارم با پایین دست وجود داره. چند دستشون مجوز دارن؟ تقریبا 70% اینا مجوز دارن و 30% بدون مجوز. یعنی اولا زورتون نمیرسه بهشون دیگه. متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما باش مواجه هستیم چند متولی بودن بخشای مربوط به حفاظت هست.